بدون توجه به علم و فتوا به بیمار خون داد. ای خدا، تا حالا دیده نشد؟ دیوانگیه. همچین دکتر دیوانه ای رو باید ببرنش تیمارستان. نگران نباشی، به جزاش میرسه. از عدالت روحانیون ذره ای شبهه ندارم، چون فتوایی که در این باره دادین واضحه، حرامه. اسم اون گناهکار چی بود؟ کامران. شما هم اسمتونو بفرمایید. اسمم واصف، از بیمارستان مرکزی، دکتر متخصص واصف. شاکی، از بیمارستان مرکزی، دکتر متخصص واصف. خب آقای واصف، این بیمار زنده است؟ تقصیر منه. تقصیر منه. برو کنار رخصاره. واسه فرار نکن. فرار نکن. برو کنار. من اومده بودم دیدنی شما. الان وقت مناسب نیست. کامران. فرار کرد، فرار کرد. رفت اون پشت. اینا جبران زحمات کامران خان نمیشه، ولی خب ما هم به اندازه خودمون دوست داریم لطفشون رو جبران کنیم. حال آدم چطوره؟ شب وقتی حالش بهتر شد، خواستیم روش درمان سیف الدین خان رو پیش بگیریم، آوردیمش اینجا، ولی متاسفانه تسلیت میگم به جمع ما خوش اومدی.
تو بیمارستان من کارای ممنوع انجام دادی. ای بابا چرا بی خودی شلوغش میکنی؟ ما به غیر از درمانای لازم هیچ کار ممنوعی نکردیم. تزریق خون انجام دادین لازر خان، از این بدترم هست؟ تو شکایت نامه همه چیز هست. تو که خودت طبیبی، اگه همچین کاری منجم شده باشه تو باید از این موضوع هیجان زده بشی. برای اولین بار تو دنیا این موضوع خیلی مهمیه. شما به دستور من توجهی نکردین، جرم مرتکب شدین. من باید میفهمیدم اومدنت به اینجا حتما یه دلیلی داره. ای بابا، به خاطر شما من ممکن بود پستمو از دست بدم. همین الان از بیمارستان من برین بیرون. اگه نری تو را شریک جرم اعلام میکنم. خب بکن. زود باش دخترم، بیا بریم. چطور میتونیم از عاقبت کار کامران با خبر شیم؟ باید از علما سوال بپرسیم. از علما؟ مگه چی شده؟ بیا اینو بندازم دورت. بیا رو پوشه دیده نشه. بیا از این طرف باید بریم. بیا بریم. چی شده؟ چی؟ اون مرده که تا اونداش به خاطر این من چیزی خبر ندارم. خیلی کنجکاوی از کاتینا بپرس. من میرم غذا بخورم. بیا با این امتحان کن. اژدر حتما چکش داره. تو با اون مرد چی کار داری؟ به تو چه؟ یعنی چی به تو چه؟ اینجا بدون اجازه من پرنده پر نمیزنه. مگه نگفتی مشتری پیدا کن؟ خب منم یکی رو قبول کردم، دیگه چیه؟ خب بانوی من از اول بگو. خب به خاطر مشتری اول تبریک میگم. منو فراموش نکن. آخ کامران، آخ استاد، چند بار بهش گفتم، بالاخره خودشو تو درد سر انداخت، ولی خیلی بد شد که دستگیرش کردن. هنوز مطمئن نیستیم که دستگیر شده یا نه. یعنی چی؟ مگه نگفتین اومدن ببرنش؟ از دستشون فرار کرد، ولی نمیدونیم که تونستن دستگیرش کنن یا نه. وقتی اومدیم بیرون کسی نبود. ایشالله که تونسته فرار کنه. ایشالله. ولی فراری بودنش اوضاع رو سخت‌تر نمی‌کنه؟ می‌کنه. شما بگید، شما طبیبین، از قانونم خبر داری؟ نمیدونم، الان فکرم کار نمیکنه، ولی باید برای بدترین شرایط خودمون آماده کنیم. من که امیدوارم. کی شکایت کرده؟ نمیدونیم. حتما کار اون واسف عوضیه، میدونم چیکارش کنم. سلیم صبر کن، تو هم درد سر درست نشون. شما دخالت نکنین استاد، الان میرم حسابشو میرسم. سلیم صبر کن، دارم بهت میگم صبر کن. نیست، معلومه که بیشرف اینجا پیداش نمیشه. معذرت بخوام فریده. حالا باید چی کار کنیم استاد؟ چه کاری لازمه؟ برم بگم من کردم و جرمو به گردن بگیرم؟ نمیشه که دست رو دست بذاریم. اوه فکرم کار نمیکنه. کاش همه اینا فقط یه خواب باشه. اول از همه باید آروم باشیم. من میرم دیدن قاضی، سعی میکنم ببینم نظرش چی و چی فکر میکنه. تو هم فریده رو ببر امارت. اگه واسفو دیدی به هیچ وجه باش در رو بست نکن. شنیدی چی گفتم؟ لازم نیست اوضاع رو از اینی هم که از بدتر کنیم. شما نگران نباشین،
باشه، شب میبینم اتون. بشون بریم. میخوای قبل از رفتن چایی بخوریم؟ آره میخوای؟ نه خیر، خیلی متشکرم. در ضمن نمیخواد شما زحمت بکشید، خودم میتونم برم. آره قرار خیلی اذیتمون کنه چون لجبازه. تکون نخور. بیا زود باش. خب معروف تطویی قضیه رو در میاره، اون خیلی فضوله از من گفتن. شمارم تو درد سر انداختم. چه کم چه زیاد، مگه فرقی میکنه؟ قبل از اینکه هوا تاریک بشه میرم. ممنون از کمکتون. جایی برای رفتن دارین؟ گرسنه این؟ چرا داری بهم کمک میکنی؟ میدونی برای چی دنبال من؟ کاری کردم که ممکنه به مرگ محکوم بشم. تو اصلا نمیترسی؟ چرا باید بترسم؟ مگه آدمی که باباشو کول کرده چقدر میتونه بد باشه؟ میرم یه چیزی بیارم بخورین. اگه از کامران خبری شد لطفاً به منم خبر. نگران نباش، بی خبر نمیذارمت. خانم کوچولو. متشکرم. امروز خیلی خوششانسی، امروز نمایش رقص مارم داریم. کاتینا میشه ازت یه خواهشی بکنم؟ بگو. تو بیمارستان دوستی دارم که خیلی بهش اعتماد دارم، اسمش سلیمه. میتونی یه کاری بکنی ببینمش؟ میخوای بیارمش اینجا؟ میدونم که چیز زیادی ازت میخوام، ولی باید بفهمم که چه اتفاقایی افتاده. باش، نگران نباش. ممنونم. اژدر، کالسکه رو آماده کن بریم. کمک نمیخوای؟ انگار تو سرزمینی هستم که زبانیشو بلد نیستم. مثل آب، مثل آخرین نوبت حرکتی کشتی. نمیتونم توصیف کنم که چه دردی تو دلم حس میکنم. انگار گم شدم. چشمام، دستام گم شدن. چپ و راستم معلوم نیست. انگار کتک خوردم و خیلی هم خون بالا آوردم. انگار دویدم و سر تا پا خیس عرقم. در آخرین لحظه آخرین قدمم رو برداشتم، ولی خاکی که روش قدم گذاشتم محو شده. آرامشم، عمارتی که توش نفسی تازه می کردم، همه چیزم نابود شد. اتاقشو مهرموم کردن، به نظر قرار کامران خانو از تبابت من کنن. سلیم خان بازم نیست؟ به نظر میرسه طبیب ارزشمندیه. باید همین اطراف باشه. الان میپرسم پیداش میکنیم.
یکی از دوستای من تو مدرسه طرفدار شما. سلام منو بهشون برسونیم. رخساره جان، سلیم خان نیومدن؟ میخواست بیاد پیش شما. پیش ما؟ برای چی؟ در مورد کامرانه؟ نمیدونم، دلیلشو نگفتم. ببخشید، اتفاقی شنیدم. شما کامرانو میشناسی؟ پسر خالمه. باید این داروها رو پیدا کنم. میتونی بهم کمک کنی؟ این دست خط کامرانه. اینا رو برای چی میخواد؟ براش اتفاقی افتاده؟ یادت باشه من از چیزی خبر ندارم. باشه فریده، من مهر رو نشکستم. این لوازم من بهتون ندادم. نگران نباش رخساره، به کسی چیزی نمیگی. اینم آخریشه. این محبت تا هیچ وقت فراموش نمیشه. موقعی رفتن مواظب باشین دیده نشین. منم باهاتون میام. کجاست؟ بالا سر بیژن. فریده، بابای کامران، عمو سیف‌الدین، چی میگه؟ در مورد این اتفاقا چی فکر میکنه؟ چرا پرسیدی؟ کامران مثل بچه کوچولوییه که منتظره تا باباش تاییدش کنه. اگر سیف‌الدین خان پسرشو مقصر بدونه، میترسم که کامران خودشو تو درد سر بندازه، خودشو تنبیه کنه. از این طرف خدا لعنتت کنه، چی کار کردی؟ به خاطر تو رفت نه؟ کی رفته؟ کامران، کی میخواد باشه؟ مگه من نگهبان کامرانم؟ اون نرفته، همینجاست. از کجا فهمیدی که اینجاست؟ اصایش اسب اولاق. سلیم خان نبود، ولی خدا رو شکر دختر خالت. چطوره؟ خوبه، خیلی خوبه. تو خوره؟ خب وقتی چنین چک زامنی نشون داد بهت افتخار کرد. راست میگی؟ آره راست میگم، حالشم خوبه، تنها نگرانش توی. خیلی میترسیدم که منو نبخشه. خب کسی هست که در رابطه با این موضوع اذیتتون کنه؟ از اطراف یا از امنیت عمومی؟ نه. خب بیا همه چیزو کامل برام تعریف کن. رئیس بیمارستان چی میگه؟ قاضی چی میگه؟ مردم چی فکر میکنن؟ برو تو. حضرت قاضی گفته اگه توبه کنی مجازاتت کم میشه. فریده، میتونی کمکم کنی؟ البته، هر کاری لازم باشه میکنم. میخوام تو عمل جراحی به عنوان پرستار کنارم باشی. از اون لحاظ گفتی؟ خب اگه یه اشتباهی بکنم چی؟ اگه حرفامو مو به مو انجام بدی اشتباه نمی کنی. اول از همه دستاتو با این آب بشور. من بیرونم. فریده، چرا دروغ بگم؟ انتظار نداشتم ببینمت. انگار با خودت بهار آوردی.
حالا احساس میکنم قوی تر شدم.